ششم فوریه، 17 بهمن، روز جهانی مبارزه با ختنه دختران و زنان است. در آستانه آغاز سال 2011 میلادی، هنوز هم دختران مظلومانه به مسلخ ختنه برده می‌شوند. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، 140 میلیون زن و دختر در جهان هستند که درد و وحشت ناشی از ختنه زنان را تجربه کردند. و اکثریت آنها در 28 کشور آفریقایی و بیش از همه در جنوب سهارا هستند. اما در پی آوارگی‌ها و مهاجرت‌ها، این سنت رحمانه به اروپا نیز انتقال یافته است. در قسمت‌های کردنشین عراق و ایران و همچنین بخش‌های جنوبی و جنوب شرقی ایران نیز صورت می‌پذیرد. در بعضی نقاط کردستان عراق 80% از دختران مجبور به انجام آن قبل از 5 سالگی خود هستند. ختنه زنان معمولاً به این گفته میشه که یک قسمت، یک بخش و یا کل آلت تناسلی زن رو ببرن و از بین ببرن. این در کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلف انجام میشه که میتونیم بگیم در 3 نوع مختلفش تقریبا انجام میدن. مرحله اولش که شاید ساده ترین حالت اونه، همین که کلیتوس آلت تناسلی خانم‌ها رو میبرن و این باعث میشه که خانم‌ها از لذت بردن جنسی کاملا محروم بشن و لذتی از لذت جنسی نبرن. مرحله دومش که هم کلیتوس رو میبرن و هم لبهای داخلی یا کوچک آلت تناسلی خانما رو میبرن و به هم میدوزن، که این حالت هم کلی برای خانما حتما دردآور و خیلی وحشتناکه. و مرحله سوم اینه که هم لبای میانی و هم لبای خارجی رو میبرن و هم کلیتوس خانما رو میبرن و تمام اینا رو به هم میدوزن. مراحل اول و دومش معمولا تو مناطق ایران و بعضی از کشورهای خاورمیانه انجام میدن و مرحله سومش یعنی دوختن کل آلت تناسلی خانما رو معمولا تو بعضی از کشورهای آفریقایی انجام میدن. تو ایران تو مناطق کردستان به شدت بالاست، یعنی مخصوصا تو ظرف 7-8 سال گذشته به شدت شیوع پیدا کرده. لرستان، منطقه خوزستان، تو این مناطق مخصوصا مرزی که برمیگرده به مرز افغانستان و پاکستان، تو اون مناطق خیلی شدت پیدا کرده و اینجور به نظر میرسه که هنوز داره وسیع‌تر میشه. متاسفانه در بعضی از شهرها، روستا و یک کشورهای مختلف دختر بچه‌ها رو حتی از سن خیلی خیلی کوچک، سن نوزادی اینا رو حتی، و بعضی ها رو معمولا بین سنهای 5 تا 10 سال یا 4 تا 10 سال انجام میدن. My name is Fiona Dent and I, at the moment I work as a commissioner of drug and alcohol services. A few years ago I did my law degree and I also did a postgraduate diploma in socio-legal studies. I'm an artist as well. Many years ago, I went to Egypt and I lived there for many months. I was the guest of the lady of the house and she had 3 daughters and a son. And they were fabulous people. And it was a complete shock to me when the youngest daughter, who was age 7, was subjected to female genital mutilation. She was a totally changed girl, and at that point I actually understood what they'd done to her, and I understood that her mother, my friend, had actually arranged it. I'd had conversations with them later about it, and they knew that it wasn't actually good for their daughter, but the reason I was given was that if she hadn't had it done, she would never find a husband. So that was my experience in Egypt, and it stayed with me over many years. And when I started doing my art, the emotions came back, and I felt I needed to actually do artwork about FGM. قطع کردن آلت تناسلی زنان چه بعد هر مرحله‌ای باشه خیلی عمل وحشتناک و عمل سختی است که در واقع نه تنها لذت جنسی رو از خانم‌ها سلب می‌کنه، بلکه محرومیت‌ها و عوارض جسمی و روحی بسیار بدی رو
روی خانما میذاره. خیلی مسائل میتونه دخالت داشته باشه. تو خیلی جا وقتی خانما رو ختنه میکنن اولین حرفشون با بسم الله شروع میشه و اینو جزء وظایف شرعی و یا سنت اسلام میدونن. فرهنگ قابل تغییره، اما متاسفانه من میتونم بگم که بیشتر فرهنگ اسلامیه و خیلی هم قدرتمنده و تو خیلی از کشورهای جهان همون به اسم سنت اسلامی یا سنت داره انجام میشه. I don't really think it's enshrined in any religion. I mean, I know people from lots of different religions practice FGM, but it's not written anywhere that it has to happen. However, there are many Muslims who practice it. There are many Christians. I understand there are Jewish falashas who practice it. But that's religion is never an excuse for making such a violent and brutal assault on a child. I believe it's widespread still in many countries because it's practiced on little girls. You wouldn't inflict that amount of damage on a little boy. Certainly, if it happened in Britain to a little boy, it would be front page news. معمولاً ختنه رو زنان مسن یک محله یا یک شهر انجام میدن. استفاده از تیغای ریش تراشی و یا چاقوهای خیلی تیز و طبعا خیلی غیر بهداشتی میکنن. در خیلی از جا اصلا هیچ دوایی که دوای بیهسی مثلا استفاده نمیکنن و همینجور بچه رو یا خانم رو آلت تناسلیش رو قطع میکنن. و در بعضی جا خاکستر زغال و یا خاکستر سیگار و یا خاکستر چوب یا هرچی باشه روی جای زخم میپاشن که از عفونت جلوگیری کنه. ظاهرن بعضی از کشورها بحثایی پیش میاد، مثلا این پیشنهاد میکنن که این ختنه به صورت قانونی توی بیمارستان ها انجام بشه که حداقل عوارض جانبیش و عفونت و مریضی های دیگرش رو بیارن پایین و کمتر کنن. ولی اصل مسئله اینه که اصلا خود ختنه چیز مضریه برای خانما و خود ختنه باید استوب بشه و اجازه اجراش نه به صورت قانونی و نه به صورت غیر قانونی، نه به لحاظ بهداشتی و نه غیر بهداشتیش داده بشه. یعنی یک نقطه کامل استوب جلوی اجرای ختنه گذاشته بشه. داستان‌های واقعی و دردناک در مورد دخترانی که این نوع شکنجه جسمی و روحی رو تحمل کردن زیاده. شیلان نمونه‌ای از اونهاست. اون دختر 7 ساله کردیه که در خونه همسایه با دخترای همسن خودش به انتظار میهمانی که مادرش به اون قول داده نشسته. اما واقعیت اینه که میهمانی در کار نیست. اون وارد اتاقی میشه که مادرش اونجاست و به محض ورود یکی از زنان همسایه در رو پشت سر اون قفل میکنه. مادر شیلان از اون میخواد که لباسیرش رو در بیاره و در عین حال زن محلی دیگه‌ای مشغول آماده کردن تیغ جراحیشه. اون زن محلی شغل ختنه دختران در اون منطقه رو داره و میگه که این کار رو برای رضای خدا انجام میده. شیلان که تازه متوجه شده که پارتی در کار نیست و چه سرنوشتی در انتظارشه به شدت گریه میکنه. اما به قول زن کرد، خواسته قدیمی ترها و خدا باید اجرا بشه. دست و پاهاشو محکم گرفتن تا قدرت حرکت نداشته باشه. با تیغ ژیلت اون رو ختنه میکنن و فریاد درد شیلان در محله میپیچه و مدت ها بعد از اون هم از درد به خود میپیچه و گریه میکنه. زن کرد خوشحال پولهای ختنه خود رو میشموره و مادر شیلان رضایتمندانه شیلان رو به خونه حمل میکنه، زیرا خواسته بزرگترها و سنت رو انجام داده. اساسا میتونم بگم دلیلش کنترل کردن زن به عنوان جنس زن هستش، کنترل کردن جنسیت زن و سکشوالیتی زن هستش. یعنی به عنوان یک زن که باید زن پاک دامنی باشه، رابطه جنسی با هیچ که نداشته باشه، بکارتش رو از دست نده، شوهرش حتما باید اولین کسی باشه که این سوراخ کوچک رو با فشار و با جبر حتما باز کنه. و تمام اینها همش در دور این میچرخه که زن رو چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی و مخصوصا جنسیت زن رو بتونن کنترل کنن. و تا حالا اینه که از شرایطی بوده و یا یکی از عملهایی بوده که تونستن از اون طریق زن رو در تمام کشورهای جهان کنترل کنن، جنسیتش رو کنترل کنن، زیر کنترل مرد و یا فرهنگ جامعه باشه و مقید باشه زن
و جزء شرایط حتی ازدواج گذاشته بشه در بعضی از کشورها و کلن یک فشار اجتماعی نه تنها از طرف خود خانواده بلکه اگه خانواده دخترش رو ختنه نکنه یک فشار اجتماعی وسیع از طرف دورور به روی اون خانواده هست که دخترش رو نخواد ختنه کنه. در نتیجه این فشار اجتماعی باعث میشه که بقیه هم حتی ناخواسته ولی چون داره یه فرهنگ و یه نرمی میشه تو جامعه اینو انجام بدن. They're all on the subject of female genital mutilation. This one in particular is the one that's closest to my heart. And the reason for that is because it's about female genital mutilation in Britain. Now in Britain, there are over 21,000 girls, little girls, every year who are at risk of this barbaric practice. It inflicts severe damage on a little girl's body. It's frightening, it's traumatic, it's painful, it creates long-term problems for many women who have to live with it for the rest of their lives. In some situations, little girls actually die of toxic shock during the operation. Obviously, the cherries are an indication of the sensitivity and the vulnerability of a little girl's body